سرخط خبرها. خبر ناگوار از شمال افغانستان که با شنیدنش شوکه خواهید شد. هرات و قندهار تحت کنترل و پوشش ایران درآمد. سیگار، فساد، وابستگی و قومی سازی سبب فروپاشی ارتش افغانستان شد. در 5 روز گذشته در هلمند 16 نظامی حکومت پیشین توسط طالبان بازداشت شدند. و مسئول عمومی نظامی و عملیاتی داعش در افغانستان کشته شد. به نام خداوند بخشنده و مهربان، با تقدیم سلام به یک از دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. در 5 روز گذشته در هلمند 16 نظامی حکومت پیشین توسط طالبان بازداشت شدند. منابع محلی در ولایت هلمند گفتند که در 5 روز گذشته 16 تن از نظامیان حکومت پیشین از سوی طالبان در این ولایت بازداشت شدند. منابع روز دوشنبه 8 اوت گفتند که در 15 روز گذشته 35 تن از نظامیان حکومت پیشین به شمول بشیر احمد شاکر، معاون پیشین والی هلمند، در این ولایت بازداشت شدند و زیر شکنجه قرار دارند. به گفته منابع، شایعات مبنی بر کشته شدن تعداد از این افراد وجود دارد، اما هنوز تایید نشده که چه کسی از میان بازداشت شدگان کشته شده است. منابع می افزایند که دستور بازداشت این نظامیان توسط والی طالبان در این ولایت صادر شده است. سیگار، فساد، وابستگی و قومی سازی سبب فروپاشی ارتش افغانستان شد. اداره بازرسی ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یعنی سیگار در گزارش تازه به فروپاشی ارتش حکومت پیشین پرداخته است. سیگار در گزارشی که روز سه‌شنبه نوی هود نشر شده است، تصمیم رئیسان جمهور آمریکا برای خروج از افغانستان، فساد و سیاسی سازی ارتش از طریق تعیینات قومی و نیز محدود شدن حملات هوایی را از عوامل مهم فروپاشی نیروهای دفاعی این کشور عنوان کرده است. علاوه بر این، بر اساس گزارش سیگار، پس از خروج نیروهای آمریکایی، دولت افغانستان نتوانست استراتژی امنیتی ملی را توصیه دهد. در عوض، اشرف غنی، رئیس جمهور پیشین، اغلب رهبران ارتش را تغییر می‌داد و افراد وفادار به خود را بر اساس قومیت منصوب می‌کرد. که این امر باعث سیاسی شدن نیروهای دفاعی افغانستان شد. به گفته این نهاد، عملکرد غنی در زمینه جابجایی‌های مدام زنجیره‌های فرماندهی، روحیه و اعتماد به نیروهای دفاعی را تضعیف کرد. افسران جوان، آموزش دیده، تحصیل کرده و حرفه‌ای ارتش که زیر نظر آمریکا آموزش دیده بودند، به عقب رانده شدند. سیگار همچنان گفته است که نیروهای دفاعی افغانستان به شدت وابسته به نیروهای آمریکایی بودند و کاهش چشمگیری نیروهای این کشور در افغانستان سبب تضعیف روحیه سربازان افغان شد. در گزارش آمده است که کاهش حملات هوایی بر مواضع طالبان پس از توافق با این گروه ارتش افغانستان را تضعیف کرد. بر بنیاد گزارش سیگار، نیروهای دفاعی افغانستان توانایی لوجستیکی برای جابجایی انبارهای تسهیلات و تدارکات ارائه شده توسط آمریکا از طریق زمینی را بر آورده کردن نیازهای عملیاتی نداشتند و به همین دلیل مجبور بودند برای انجام این کار به نیروهای هوایی تکیه کنند. مسئول عمومی نظامی و عملیاتی داعش در افغانستان کشته شد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، دوشنبه شب 7 اوت با نشر اعلامیه از کشته شدن مسئول عمومی نظامی و عملیاتی داعش در کابل خبر داد. او گفته که این عملیات توسط نیروهای استخبارات در سایه شهرک زاکرین صورت گرفته و 2 عضو این گروه نیز کشته شدند. آقای مجاهد افزوده که این افراد در حمله های اخیر به نهادهای دیپلماتیک و مسجدها در کابل دست داشتند. او همچنین تاکید کرده که 3 عضو دیگر داعش به شمول امین آهنگر، مسئول داعش برای شبه‌قاره هند نیز در عملیات در 22 تلوه کشته شدند. خبر ناگوار از شمال که با شنیدنش شوکه می شوید.
به نقل از حبیبه بامیانی خبر مهم. منابع خبر می دهند استخبارات طالبان شدیداً در پی دستگیری نظامیان پیشین و همکاران جبهه مقاومت اقدامات جدید را روی دست گرفتند. در دستور جدید رهبری استخبارات این گروه آمده است الا بهار تمامی نظامیان دولت پیشین و همکاران مقاومت را تثبیت و بدون وقفه در صحنه گرفتاریشان اقدام فوری نمایید. مطابق دستورات استخبارات مستور طالبان در پی دستگیری نظامیان و همکاران جبهه مقاومت می باشند. گفته می شود در ساحات مورد نظر عملیات جستجو ادامه دارد. بدتر از این همه این که یک تعداد از جوانان را بر مبنای اطلاعات غلط دستگیر نموده و تحت شکنجه اعتراف اجباری عکس و بر اساس آن از نامبردگان اسلحه و پول دریافت می دارند. با شرم روی تمام در آخر با گرفتن رضایتنامه اجباری ایشان را رها می نمایند. منابع می گویند مردم مجبور شدند که کشور را ترک کنند. از یک طرف طالبان توزیع پاسپورت را برای مردم عادی بند کردند و از جانب دیگر رفتن قاچاق به کشور ایران خیلی دشوار و هزینه بردار است. طالبان عمدن می خواهند مردم کشور را ترک کنند و یا در زندان های آن گروه پوسیده شوند. برای تمام نظامیان و جوانان هشدار جدی است، طوری که لازم است در حفظ جان خود و تمامی اعضای خانواده هوشیار باشید. هرات و قندهار تحت کنترل و پوشش ایران درآمد. رابطه بقایای جمهوریت در سفارت تهران با حکومت طالبان قطع بود و خدمات لازم برای تهیه مدارک و اسناد انجام نمی گرفت. ایران قندهار و هرات و نوار جنوب غرب را پوشش می دهد. تنش ها و تحولات در این ساحه را تحت کنترل خود در می آورد. حامد کرزی، مکتب ها باز و زمینی کار برای زنان فراهم شود. رئیس یونما در دیدار با رئیس جمهور پیشین کشور درباره بازگشایی مکتب های دختران و بازگشت زنان و دختران به کار در افغانستان گفتگو کرده است. حامد کرزی در صفحه تویترش نگاشته است که در این دیدار افزون بر مسائل دیگر بر بازگشایی مکتب های دختران و اجازه کار بانوان تاکید شده است. اما زبیولا مجاهد سخنگوی امارات گروه طالبان میگوید که بانوان در برخی از موارد به ویژه در بخش صحت اجازه فعالیت دارند. زبیولا مجاهد در این باره گفت درباره کار زنان گفته می توانیم که امارات طالبان در بخشهایی که ضرور است برای آنان اجازه کار داده است. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید.